دوستانش منتظر تا که بگویم نام او، دوستانش منتظر تا که بگویم نام او. روحشان پرواز گیرد گشته مست از جام او. هر که را اندازه‌ای باشد نیم در این مقام، بال جبریل امین سوزد که می آرد دمام. درگهش درگاه لطف است و علو است و جهاد، گرمی بازار او بازارها کرده کساد. این عشق و لام توحید و بنازم یا او، متصل گردیده بر دریای علم ذات هو. این و لام و یا علی شد، یا علی ذکر دل است، از ازل ذکر علی صد شکر در آب و گل است. سختی دنیا دو روز و هر چه دارد رنج و آه، سهل کن حل می شود مشکل به دستان تو شاه. با ولایت خار گل رنج و بلا سامان شد، یا علی با یک نگاهت درد من درمان شد. گر گناهکارم شها اصل وجودم بر خطاست، گر ثوابی می کنم امید من لطف شماست. دست خالی نامه و روی سیاه آوردم، هرچه هستم دست بر دامان شاه آوردم. بر نماز و روزه ام شاها امیدی نیست نیست، پس نجات از آتش دوزخ عزیزان چیست چیست؟ از ازل تا روز موعود از برای مؤمنین، بس بود آهی ز انفاس امیران مؤمنین. روزدارانی به حفر خندقی مشغول، لیک بین آنان چهره های پاک و نورانی و نیک. خاتم پیغمبران مانند دیگر مسلمین، حفر خندق می کند اندر کنار مؤمنین. طرح از سلمان که فرموده نبی در شأن او، جمله منا جواب آن که گفته طعن او. کل کفار قریش از بحر جنگ آماده، مسلمین از بحر احمد جملگی دل داده. شب که تاریک است و کس را جرأتی در دل نبود، تا شود نزدیک خندق دیده ها از غم نسوزد. اندر ظلمت شب مصطفی در نور ما، دید مردی را قدم میزد بدون ترس و آه. گفت صحرا پرز دشمن، فاش برگو کیستی؟ ما همه در جنگ و تو در جستجوی چیستی؟ ما غریبیم و خدا از روی لطف و از کرم، یک یلی داده به ما کامد به دنیا در حرم. گر که برداری قدم سوگند بر رب جلی، من مدد گیرم از او با بانگ و صوت یا علی. لاجرم در سینه مولا نشست سوز و آه، گفت یا احمد منم حیدر فدایی تو ما. گفتمی شاید که تیراندازی از خصم ضعیف، ناگهان تیری رها سازد بر شاه افیف. جان خود را من بلا گردان احمد کردم، ای پیمبر زین عمل خوشنود و سرمد کردم. روزها تی شد که دشمن فاش گویم با یقین،
رد نشد از خندق از ترس امیرالمؤمنین. چیست این یعنی که همه دشمن از او در اضطراب؟ چیست این یل دل قوی دارد به او ختمیم آب؟ چیست این یل سرعت تیغش بسی بهتاور است؟ چیست این یل قدرت و نیروی حی داور است؟ چیست این یل بینی یلها به خاک انداخته؟ چیست این یل پرچم فتح و ظفر افراشته؟ قبل از این که تیغ را او از نیامش برکشد، خصم را الله اکبر هیبت او می کشد. با چنین اوصاف دارد دشمنان بس قوی، شمه میگم از آنها خواهی ار آگه شد. بچه اشتر بودن در دستشان مثل سپر، بچه اشتر بودن در دستشان مثل سپر. عبدود نامست و کشتن بودن ها را سمر، یک تن با یک هزار از روی زور و اقتدار. می نموده جنگ این بوده برا بس افتخار، عزم را کردی چو جزم از روی خندق او پرید. آبروی کفر را نزد مسلمانان خرید. نعره زد هل من مبارز، بند دلها را گسست. حرمت اسلامیان را با صدای خود شکست. پنجه مشکل گشار از خشم در هم رفته بود، بس که میدان را نظر کردی دو چشمش خسته بود. نیمه خیز از بحر جنگ آماده، اما مصطفی با نگاهی پر ز معنا کردش آرام. از بار دیگر امر زد نعره، الا ای مردمان، از شما آیا که می خواهد بهشت جاودان؟ نعره زد، طعنه زد، فریاد زد تا خسته شد. مدتی از ترس او کل دهانها بسته شد. آبروی مسلمین اندر خطر افتاده بود، بی جواب آن کافر بی آبرو استاده بود. آن که باشد قدرتش ما فوق قدرتها علیست، حل مشکل ای مسلمانان به دست آن ولیست. بار دوم بار سوم شیر حق از جای جست، لشکر اسلام عاجز از جواب امر مصطفی. هر لحظه فرصت یافت در هر کجا مدح مولا گفته و طعنه زده بر آن دوتا. پس به ثانی زد ندا، گر که تو حق را یاوری کافر است و پاسخش ده گرچه خود هم کافری. شرک در امر ولایت شرک در ذات خداست، هر که خود را با علی داند یکی اصلش خطاست. غیر زهرا غیر معصومین به جز ختمیم آب، در ولایت هیچ کس نبود شریک بود. آن که در راه خدا شمشیر بر دشمن بزد، در احد زخم تنش بوده همی بیش از 90. فضل الله المجاهد آیه ای در شأن او، پای تا سر او خدایی گشته و مرآت او. قابل مقیاس نبود با سگی ترسو و پست، آن که در خندق ز ترس امر از میدان بجد. اولی یک سیعه از سیعات، دومی لعن حق بر اولی و دومی و سومی. در دل نسل زنا حب علی جایی نداشت، مصطفی با خصم حیدر هیچ جا کاری نداشت.
الغرض احمد ز سر عمامه را برداشت، بر سر مولا علی دستار خود بگذاشت. دست ها بر آسمان گریان، به لب بودش دعا، در دل احمد چه قوغایی بدادی این ندا که ای خدا، دار و ندارم مهر آن نور جلیست، فاطمه چشم انتظار مقدم مولا علیست. حمزه را از من گرفتی، جعفر آن مرد دلیر، جان احمد، جان زهرا، مرتضی از من نگیر. دیدن روی علی را بار دیگر مایلم، حفظ کن او را علی در زندگی شد حاصل. کل کفر و کل ایمان روبرو از بحر جنگ، سینه احمد در این قوها بسی گردید تنگ. عبدود با دیدن مولا تهی غالب نمود، مرگ را دیدی به چشم خیش آن مرد عنود، خواست تا گردد رها از دست شیر کردگار، گفت ما را با جوانان نیست میل کارزار. ای عدو آگه نی از سن مولایم علی، گوش کن تا گویمت از سن آن نور جلی. جبرئیل اندر کنار مصطفی روزی نشست، گرم صحبت بود وارد گشت چون شاه الست. بهر تعظیم علی جبریل از جا شد بلند، گفت احمد می شناسی مرتضی را چون و چند؟ عرض کردی یا رسول الله، در عرش خدا یک ستاره هست، نورش را بدیدم با صفا، می کند هر 30,000 سال یک بارو طلوع، دیدم من 30,000 این دور از وقت شروع، قبل از آن من آشنا با مرتضی گردیدم، فخرم این بس خادم آن مقتدا گردیدم. پس تبسم کرد احمد، گفت با مولا علی، از سرت بردار آن دستار را ای معتلی، پیک حق ناگه بدیدی فاش یک نور جلی، آن ستاره بود در پیشانی مولا علی. الغرض حیدر بود و خصمی پلید و بیقرین، گشت در صحرا سکوتی سر احمد بس غمین. عبدود بر شیر حق شد حمله ور با حربه، جان زهرا و رسول را زد او ضربه، ضربش پیشانی مولا علی را سخت خست، ناگهان اندر مدینه فاطمه از جا جست. جان زهرا متصل بر رشته جان علی است، هر نفس زهرا زده با یاد روی آن ولی است. فاطمه با ذکر یا رب شد دعاگوی علی، مرتضی با ذکر یا زهرا همیشه بود قوی. پس علی با نعره الله اکبر حمله کرد، ضربه ای بر پای او زد کار صدها ضربه کرد، امر چون کوهی بیفتاد و کنار او امیر، پشه را بنگر که در چنگ عقابی شد اسیر. از عبادت هاست افضل ضربه اش با اقتدار، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. حیدر. دوستان، حیدر بقاء دین احمد بوده است، نور حق ظاهر به دست مرتضی کردیده است، دست حیدر آبرو دادی به ختم المرسل،
دست حیدر رونق اسلام و خلاق مبین، دست حیدر خورد کردی شوکت کفار را، دست حیدر کنده از بن ریشه فجار را، دست حیدر دست سرمد دست خلاق جلی، با چنین دستی بده دست و تو برگو یا علی. یا امیر المؤمنین، دنیا دوباره تاج شد، مؤمن صادق ز جور ظلم بنگر خواب شد. التماست میکنم که ذوالفقارت را عیان، در کف مهدی تو ظاهر سازی اندر این جهان. گاه آزادی رسیده، شیعه از روی وفا بر ظهور مهدی زهرا ز دل بنما دعا.